به نام لایک تو توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و زندگی خوش و خوشحال داشته باشین. خوار گرامی بینده های عزیز برنامه بانو، ما هم سلام های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید ازی که جور صحتمند باشین. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را. خوره ما که مشکلی می داشته باشن میتونن امیل ادب به برنامه زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 0796-006-56. او در خوره ما که اگان در یکان در دپرشن یا افسردگی ویگه پا می داشته باشه، چون هوا بسیار ابری است و بارانی است، برای بعضها یکان مشکلات فرزانجا نیجاد میشه که بسیار حالتشان دلتنگی ویگه پا برشان پیدا میشه. کوشش کنه در همچو آب هوایی که می باشه کوشش بکنن خود به یک کار مصروف بسازن. هر قدر که در یک کار مثلا دزدوزی باشه، خیاطی باشه، به کارخانه باشه، به یک چیز دیگه، هر قدر که مصروف باشین بازی حالتتان چنج میشه، بازی دلتنگی و گپ از پیشتان دور میشه. پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده، پیام های شما دوست های عزیز نیز با ما هست که فرزان جان تا وقتی که تماس های دوستا رو میداشته میریم. اولین پیام که از طریق 456 مواصلت کرده و این خواهر مرا زیاد فرزان جان جگرخون هم ساخت، پیام شانه بخونین چی گفتن؟ بله، این خواهر عزیز ما گفته که پسر 14 سالی است، به هفته ها از خانه گم است، در محافل در مقابل مردها میرخصه و پدرش یک مرد معتاد است، اصلا به فکر ما به فکر بچه خود اصلا نیست. از مامایش کمک خواست و مامایش او را تکوب کرد، به تحکوی خانه او را قید کردن، اما باز هم گریخت. نمیدانم با این پسر نااهل چی باید بکنم. خب فرزان جان ببینید که من بیشترم گفتم که مرا زیاد جگرخون ساخته. بله، مادر با واقعیتش چی آرزوهای در دل می پرورانه، چقدر مسائل پیش مادر است که اولادش فردا چی شه. ولی بالاخره خب تربیه فامیل نمیگم، تربیه اجتماع میگم. فامیل هم تو اندازی از خودسری های آغازش جلوگیری نکرده، به خاطر از اینکه مثلا بعد از مادر است، به خاطر که همون لحظه خود آرام بساده میگه برو به کوچه. اینال امید رفتن به کوچه اید فکر نمیکنن که امرای کی رفت آمد داره، امرای کی نشست و برخواست داره و بالاخره ای رفتن به کوچه به کجاها می انجامه. این میشه متوجه نیستن، به ساعت ها اطفال گم هستن، ولی پدر مادر میگن که اونده بیرو بازی میکنن. تنها مسئله بازی نیست و بالاخره نهایت همه می انجامه. به این گپا یک تماس میگیریم فرزان جان. بله. قطع نشه. خب بفرمایید دوست عزیز. بله متاسفانه تماسشون. خب بالاخره نتیجه شمی است. خب چند وقت پیش از طرف اداره مستقل حقوق بشر افغانستان در می زمینه در تمام بخش خبری دیدن دوست های عزیز که در این مورد چقدر صحبت ها شد، چقدر گپ ها شد. و واقعا در جامعه وقتی که ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان باید که در همچون مسائل خواهد اقل از خود یک اساسیت جدی باید خود دولت نشان بده. اشخاصی که اطفال معصوم و بیچاره را به همچون راه های میکشانن، طفلایی که ببینین ای که فردا روز با همچون اشخاصه چی برخورد صورت میگیره، خداوند با اینا چی میکنن، اوش خو کنار میگذاریم. ولی همین حرفشه که امروز حکومت وظیفه چیز، دولت وظیفه چیز، اینی نهادهای جامعه مدنی و در مجموع وظیفه تمام ما انسان ها در قبال همچو اشخاص چی است، باید که سخت مراقب از این موضوع باشیم. دکتر سبی یک تماس داریم، تماس ما قطع نشه، بفرمایید. بوری عزیز سلام علیکم. زنده باشین، تشکر. شما خوب هستی؟ شکر. شما چطور هستی؟ خوب هستی؟ بفرمایید مشکل تانه بگوین خارک عزیز. مشکل منمی هست، منمی از هر کس سر خوبیت میکنم پس از ما سر بدی میکنم. پشتو بگو خوار گل، پشتو بگوین. در هر کس سر چی خوبی کنم بعد از ما سر بدی کیجه. از اوات تکال کیجه و آدم سویدی ایت نپویجم چی وید از ما خوبیت فا ایت چانم آدمیش. خب مثلا با چه سره تا خوبی کردی چه بدی لیدلی دی؟ چه سره؟ خوان سره، بل چه سره، بل چه سره سوک؟ این ده خوان ده سره. خوان ده سره؟ هر چه سره. هر چه سره؟ آن ده با کورنی که ده نه که کورنی که ده هر چه سره می خوبی کرده بد تک ما سره بدی سویده. دو تا خود خوبی تارانی خسیم زبالت تون خوبی وکم شوالی ما تدل حسن دی اغلی. خواه خواه تشکر. ما بعدا با شما حرفی دارم. خداحافظتان.
0796006566 شماره پیامگیر برنامه ما هست و باز هم حرفای خدا ادامه میتیم در مورد خواهره که در مورد پسرشون این موضوع رو گفته بودن. ببینین که بعض کس ها هست که به افتخار یادم میکنن و در بعض از مناطق افغانستان یکی بسیار شیوع داره، بسیار مثلا نگه پس که تفلک های خورده وادار به رقصاندن و بعضا سوء استفاده های جنسی هم وادار میسازن اینا را، که این واقعا یک جفای بزرگ است و لعنت خدا باش همچون یک شخصی که خودش از خود طفل داشته باشه، اولاد داره و گیریم که نداشته باشه، حداقل همین احساس نداره که های در مقابل یک طفل 12 ساله 11 یا 13 ساله هرچند که باشه طفل هستن هنوز به سن جوانی خود نرسیده باشه، ای تو یک مسئله شه. اما کشورهای فرزانجان، کشورهای اروپایی و کشورهای خارجی که ما چی القاب میمانیم که چی گپاس و فلان است و فساد است، گپانی بار بکنی که در مقابل همچو یک چیز آنقدر حساس هستن، آنقدر حساس هستن که از یک طفل یک سوء استفاده جنسی شوه، بزرگترین جزا و سختترین جزا را اونجا برشان میده. ولی ببینید در کشور مانند افغانستان بعضن کسایی هستن که از طفلا سوء استفاده میشن، همچون مسائل هست، ولی هیچ یک نهادی در فکر زمین نیستن که چطور میتونیم که همین مسائل از بین ببریم، کوشش میکنیم. خب بعض کسا ببینید هر قدر تکرار گناه، هر قدر که شده بره و هر چیزی که باشه، باز بالاخره برامون خود شخص عادی میشه و به بسیار افتخارم یاد میکنن. من در یک محافل ببینید، یک محفل مثلا محفل خوشی هست، در محفل خوشی یک عروسی هست، محفل خوشی ما را یک طفل در یک میدان او را میرخسانن، کلگی حد اقل ببینین که در عموج اطراف از اینا چقدر نفر نشستن. بله. و یکی همه که فکر نمی کنه، یک بار پیش خود فکر نمی کنه که به ایواز از امی اگر اولاد ما می کار بکنه، اونا را جامعه زنانه را می پوشنن، لباس های زنانه و گپور، بالاخره اونا را پیش روی کلگی و کلگی هم همه تو خوشحال هستن که من نفهم که چی و از لذت میبرن. بله. خوش خوب حتما لذت میبرن که خنده دارن و چک چک دارن و گپا دارن، ولی در این فکر نیست که فردا روز اگر این جوان شد بالاخره اجتماع به کجا چی میشه. اول مهم اساسی وظیفه خود دولت است که در این زمینه پلیس باید از خود شدیدن یک اساسیت نشان بده، همچون محافل اصلا اجازه ندن، شورای علما و علمای دینی ما باید که در گرچه میگن فرزانه جان، واقعا ما هم شنیدیم که در امی خطبه‌های نماز جمعه گپا زیادتر صحبت کردن، خب ولی تنها با صحبت اکتفا نمیشه، یک کم در جنب زورم ضرورت است که قدرت باشه که اونها رو نگاه بکنه، نگذارن اونها رو به زندان پرتن، گپ ساده نیست. و از طرف دیگه گفتن که مامایشان چند بار گفتن رو بسیار لط و کوب کردن، چندین چوبکاری کردن و بالاخره در تاکو انداختن، با این مسائل حل نمیشه. ای ببینین بزور اگر انسان بخوای که شب خود نتیجهش همون بود که اونا گفتن که بفته ها گم است، بفته ها به خانه نمین، شما هم نمیفهمید که در کجا هست و بالاخره از تاکو خانه تانو فرار کرد. ای ببینین مامایتان، مامایشان که برادرای شما هستن، به عوض از اونا رو میشاندن به خانه، متوجه حرکاتش میبودن، متوجه رفتارش میبودن، هر لحظه برشان گفته میرفت، نتایجش برش میگفت که یک نتیجه ازی بالاخره در اجتماع چی میشه، بالاخره اینا بزرگ شوند چی میشه، اینی گپا را که ذهنن اونا را آماده میساخت، به جبر و به زور و به لط و کوبی گپا نمیشه. دکتر سیب یک تماس بگیریم که قطع نشه، بعدا ادامه صحبت های شما بفرمایید. بانوی عزیز برای سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ با دکتر سیبان زنش که شما خوب هستین جانتان جارو؟ زنده باشین، بفرمایید. تشکر. دکتر سیب یه مشکل داشتم. من سی طفل دارم. خب. شوارم داشتم. خب. شوار ما وزش خوب نیست. نفهم چطور اوتر است. تمام روز میره. هر روز میره خانه میره یه شراب خودم. نفهم مکت یزی نکنم. شراب مینوشن؟ بله دکتر صاحب شرم می نوشه، از اول این چیز نبود، بلکه یک چند هفته یک هفته می کنم از اما خود نم ترست. این قبول از کجا می کنن؟ بله؟ متاسفانه تماسشان قطع شد. بله، باید سوالات که داشتین ازشان می پرسیدین. بله بله، خب بر صورت بازم مشکلشان رو گرفتیم. بازم خب اولی که بازم تربیه یک خانواده بسیار مهم است برای اونجا.
هر انسان خب اگر اونا حراس ازی داشته باشن که من در خانه برم و لط و کوب میشم و بالاخره شاید مرا بکشن یا گپو، انو ترسشان زیادتر شده میره، تمایل شدید با همچو افراد پیدا میکنن که دیگه کاملا خانه رو رها بکنن. یعنی اول شما کوشش بکنین جایش پیدا بکنین که در کجا هست، برین مادرشان هستین، برشان با مو محبت و صمیمیت مادری که دارین برشان بگوین که دوباره به خانه بیا، دیگه علت و کوب کنار بگذارین. کوشش بکنین، امروز دنیا دیگه دنیایی نیست که با جبر و زور و به علت و کوبی که پا باشه، امروز دنیا با مغز کار دارن، کوش میکنن مغز ای وضع بسازن. بله بله. شما همین نمی کار کرده میتونین که امراشان هم ماماشان صحبت بکنن، شما امراشان صحبت بکنین، اون را دلداری بتین و به هیچ وجه نگذارین که دیگه ارتباط با همچو اشخاص داشته باشه. بله واقعا. همچو اشخاصی که باز یک بار بلد شدن باز دیگه کوش میکنه که جوان ها رو بسیار زیاد نوجوان ها و اطفال بسیار منحرف بسازیشانه. اول مهم تربیه خانوادگی است. اگر یک خانواده خودش نخواسته باشه، مثل که در آغازم گفتم که اونجا بعدا مسائل هست فرزند جان که خود بیغم میسازن ولی متوجه فردا روزش نیستن. بله بله. که بالاخره این طفل شکار چی گپا میشه، با کی سرکار دارن، رفاقایشان کیست. حتی بار بکنین ضرور است که یک کس در صنف اول مکتب است ببینید که رفاقایشان کی است، رفیقش کی است، سنفیشان کی است، که با کیش خیز داره چی میگن. از این وقت یک کنترول اگر داشته باشه یک طفل منحرف نمیشه. گناه از اونا نیستن، اونا ای که عامل چیزا بوده. یک موضوعش هم گفتن که گفتن پدرش معتاد است. پدرش که وقتی که معتاد است اونا در گفت فکر خودتان... فامیل هم نیست، فکر بچه خدا هم نیست، چیز نیستن. پدر به او شکل یک مادر بیچاره میمونه، یک مادر کجا رو بگیره. ولی با آن هم مادرهایی هستن که با وجود که همچون گپا هست ولی باز هم متوجه بعضا حرکات اطفال خود می باشن. خب بازم همون موضوعاتی که قبلا گفتم فراموش نکنید خواهر گل، انشاءالله امید به خداوند که یک راه حل پیدا شود. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدا باز هم با شما هستیم. وقتتان خوش دوستای عزیز، و ادامه صحبت های دکتر سیبه میشنیم بعدا تماس های دوستای. خب بعد فرزند جان حرفا کافی بود بس؟ بله تمام. بله اما قدر حرفایی که گفتم برای زو خواهر ما کافی است و میتونید که در جریان اگر کدام مشکلات دیگه هم بود بعد هم مشکلتان به 456 بگذارید خواهر گل. بله یک بانوی عزیز ما با ما به تماس شده بودن، مشکل خود گفتن، گفت که من برای هر کسی که خوبی میکنم بدی میبینم، حتی با شوهرم گفته در این مدت چند سال که با او ازدواج کردیم هر قدر در مقابلش خوبی میکنم ما بدی میبینم، در مقابل خانوادهش هم تو در مقابل همه کس گفته به می شکل وقتی که من خوبی میکنم بدی میبینم. خب فرزند جان بین یک ایر از یک زاویه دیگه میبینیم، بسیاری کس ها شکایت از این دارن. بله بله. بسیاری که من با یک انسان بله. خوبی میکنم بدی میبینم. امی خود خداوند بنده خدا ناسپاس خطاب کرده. بله بله. خود خداوند گفته انسان ناسپاس است. واقعا هر انسان ببینیم که اگر اون چیزی که ما توقع از یک کسی می داشته باشیم برای یک انسان خوبی میکنیم ولی در مقابل از او یک بدی رو میبینیم، این دیگه انسان نکوشش بکنه که یک کار بکنی. شما خواهر گل هر کاری که میکنین، هر چیزی که میکنین، بر هر کسی که میکنین، فقط هدفتان یک گپ باشه که فقط به خاطر رضای خداوند بگم این کار میکنم. وقتی که به خاطر رضای خداوند شما یک کار کنین باز او وقت از بندهایش باز توقع نمی داشته باشین. بله بله. بعض اوقات قسم هستن که ما اگر به خاطر از برای یک انسان اگر انسان کمک میکنه یا خوب میکنه به خاطر از اینکه گویا که بوده من احسان منده مشه و بیگه پاشه، باز دیگه همی هست که باز در مقابل اگر میبینین که اونا هم میگه پا درک میکنن یا هیچ اصلا در فکرش نمی باشن انسان خودش رنج میتن. انسان اگر ببینین امیدین مقدس اسلام تمام نسایج بی به خاطر انسان سازی است، یک فابریکه انسان سازی. بله بله. که انسان چه قسم جور بسازه، اینمی بدی کردن، آزار دادن یک شخص، کشتن یک کس، اولین چیزی که اثر منفی به جامعه میذاره بالای خود انسان است. و هر قدر که یک انسان خوب باشه و امی بدی ها را از وجود خود محو بکنه و کوشش بکنه که واقعا یک انسان درست، یک مسلمان خوب باشه، اونا مخه به نفع خود انسان است. یک کس را ببینید امواره در مورد یک کس منفی فکر میکنه. بله.
چطور مثلا حسادت میکنه. همین حسادت خودش یک کور است. بله بله بله. اولین چیزی که میسوزانه خودش میسوزانه. بعدا اگه به اطرافیان سرایت بکنه او هم به شک است. ولی چیزی که او یقین است خودش میسوزانه. پس به او خاطر یکی از امی تعالیم بزرگ دین مقدس اسلام امی هست که انسان کوشش بکنه همیشه خوب باشه. خوبی به نفع خود انسان است. یعنی اگر شما به کس خوبی میکنین و اونا نمیفهمن، بگذارین که اونا هیچ نفهمن، شما صرف بر رضای خداوند بگم من کار کردم. انسان زیاد توقع نداشته باشه. بله. یعنی توقعش هم بله. یعنی توقع باعث از این میشه که انسان باز خودش هم باز مانند انسانهای دیگه شوه. بله. یعنی که مثلا یک کس بدی که تو هم در مقابلش بدی بکنی. خیلی فرق بین یک انسان عاقل و یک انسان جاهل در چی میشه؟ اگر یک کس برای تو بدی میکنه و تو هم در مقابلش بدی میکنی، خیلی فرق بین تو از او چی شد؟ خو انسان عاقل همی است که بار دوش همی اجتماع را مشکلات همی انسانهای عاقل و عادل میکشه. همیشه با اونا ناانصافی میشه، ولی در مقابل ناانصافی ها کوشش میکنم که چون هدف از و یک چیز است که فقط رضای خداوند در جنب زی انسان همه کاری که میکنه به صرف رضای خداوند میکنه. وقتی که این موضوع پیش تلفصل شود دیگه باز انسان به فکر از این نمی باشه که گویا که با ما چی شد. چون تو به خاطر خداوند میکنی، بگذار کس میفهمه یا نمیفهمه، و در جنبش چقدر بالای روان انسان، بالای سلوک و رفتار خود انسان این خوبی ها اثر داره. باور که انسان بیخی چنج میکنه. شما ببینید در وجود انسان همه چیز است، هر چیزی که بپالین در وجود تان است. اگر محبت بپالین، شما محبت پیدا بکنین، او را پرورش بتین، پرورش بتین، ببینین که شما چی اگر انسان جور میشه. اگر نفرت ها را در وجود تان جستجو بکنین و این نفرت ها را پرورش داده برین، اما تو به اون شکل بار من حتی بالای چهره تان تغییر میکنه. بسیاری از کسا فرزان جان پیش دکتر صاحبه امراض جلدی که میرن، او اصلا مشکلشان جلد نیست. جلد نیست، بله. اصلا افکارهای منفی است که ذهنشان فرا گرفته، عقده‌ای همیشه پیشونیشان ترش، همیشه یک حالت خوب ندارن، لحاظ روانی در یک حالت خوب قرار ندارن، فکر میکنن که من یک مشکل جلدی دارم. پس به اون خاطر حتی بالای انمی افکارهای مثبت یا منفی که بالای چهره انسان چقدر تاثیر داره، اونم که بالای وجود انسان هم تاثیر داره. به اون خاطر ما بارها از طریق برنامه گفتیم که کوشش بکنین که بخشندگار باشین، کوشش بکنین که عقده ها را از وجودتان، کینه و کدورت کاملا پاک کنین. هر کسی که براتون بدی کرد شما در مقابلشون نیکی بکنن، هیچ به این فکر نباشین، فقط بگوین که من بر رضای خداوند، چون خداوند امر کرده من به نفس یک بندش کوشش میکنم که به بنده های خداوند مهربان باشم، دلسوز باشم و از اونها دستگیری بکنم، ولی در مقابل هیچ گونه پاداش را در فکرش نباشین و بعدا ببینین که از جانب خداوند براتون چی پاداش میه، پاداش بنده چی است که بر شما بده یا نده. بله. که از خداوند باز یک پاداش بزرگ براتون میه، این جای بسیار بزرگ، یک جای بسیار افتخار آمیز است. بله. بله. و بونوی که زنگ زدن گفتن که تماس بگیریم دکتر سپی، وقت ما بسیار کم است. خب چون وقت نداریم دوست عزیز ببخشین، میشه که یک تماس دکتر سپ مشوره بگویه. این بانوی عزیز گفتن که سه طفل دارم، شوهرم وضعیتش خوب نیست، بخصوص دمی یک هفته، گفته زیاد شراب می نوشه، وقتی که صبح میره شام میایه شراب نوشیده و وضعیتش خوب نمی باشه. تماسشان قطع شد. سوالات که داشتین دکتر سپ باقی ما؟ فردان جان اگر موضوع هست، خب بعض کسا هست خصوصا جوان ها یا بعضا کسای دیگه هستن که گفتن در آغاز نام گفتن خوب بودن تو نمیکنن. بله بله. تازه شروع کردن. من نمیفهمم که بعضی ها فکر میکنن شراب یک وسیله، فکر میکنن که گویا یک وسیله است که تماما غمهای انسان دور میکنه. یک قرد آب حرام نجس چی است که غمای انسان دور بکنه. ولی مهم چی است که ایره به پیش خود یک تلقین کردن، یک تلقین پیش خودشان هست و فکر میکنن که گویا که اینی مثلا بعض هم میگن اگر میخوای غمایت دور کنی بیاین با اینی کاره، یا بعضا کسا هست مثلا چرس یا سگرت بیگه با ای یگان چیزایی است که هر انسان اگر از یک کس را ما گفته گفت من سیگارت رها کردن نمیتونم، من برش گفتم تنها قلم داد دست بگم تو کش کده بگو اردوش یک گپ. بله بله. هیچ وجود انسان به می دود هیچ ضرورت نداره. او مقدار اگر لحاظ نیکوتین و گپا میگن او مقدار از طریق چای و گپام گرفتن میتونه، هیچ اصلا ضرورت نداره بدن به
ولی این یک تلقین روحی است که انسان خود تلقین میکنه و فکر میکنه گریز از غم ها و سیلیش اینمی یک او نجس است که می نوشن و فکر میکنن که البته می همه چی خوبی ها هستن، ولی نتیجهش بعدا میبینن که هیچ چیز جز ای که شیرازی خانواده شان از بین ببره و یا ای که هست که خانم شان هم ازش متنفر باشه و فردا روز طفلای شان هم همون حالت دیده، فردا روز گناهگار اولاد خودم اونم پدر خود بود که وقتی که یک پدر نشه با داخل خانمه که اولاداش فکر نکنی که اولاد طفلکای خوردی گپ نمیفهمن، خوب درک میکنن، خوب میفهمن. عاملش بسیاری کسا فرزانجان کمی سیگریتی میشن وقتی که خورد میباشن، پدرش طفل خود روان میکنه برو بچه یک قوطی سیگریت بیار، یک چند تا سیگریت بیار. بازارو طفلکای خورده بین درو سیگریت داده دستش هست، همو که پدرش میگه بیار همو فکر میکنه که البته هر چیزه، ولو چون طفلا یک موضوع نمیفهمن که ای مثلا پدر که وقتی که هر کار پدر پیش از اونها یک حکمت بزرگ است، ولی امی سیگرت کشیدنشان یا امی حالت وقتی که بنشمه ای بار بکنین که بسیار بالای از او خود از او اطفال اثر بسیار منفی به جا میگذاره. ولی مزی خواهر یک چیز میخواهیم که نو امی شوهر خود بکنین که یعنی هدف از یا از نوشیدن شراب هر شب به خاطر چی است، از چی میخواهیم گریز بکنن و تا با حال چی چیز به دست آوردن میگه، چی چیز توبال به دست آوردن که میخوان که دیگه هم او را ادامه بدن. و از طرف دیگه ولو امی مفتم باشه، خب ساعت خواه از خودشان است، ساعت خود خواه اونا از بین میبرن و در جنبش بعدا چیزهایی گفته میشه که بعض کسا ناخودآگاه فکر میکنن که نوشیدن شراب بسیار مفید است، مچن برم چنان است و چنان است، بعضا گپایی میدن که در حالی که هیچ چیز نیست. چیزی را که دین مقدس اسلام او را نجس گفته باور بکنین که او نجس است، بعض دیگه نقطه ختم باشه دیگه داش. امروز طب امروزی هم این مسئله را قبول کرده و توبال کس ندیده که طب امروزی این مسئله بگه که نه کاملا نادرست خدای نخواسته است و گپ کدام مفاد داره. ولی متاسفانه که کسی که اگر بعد نوجوان ها یا جوان ها که مبتلا به این میشن که با رفقای ناحل میشینن و گپ، ولی یک مرد زندار عروسی شده تماما مسائل میفهمه، من نفهم که اونا چطوری گپ میشن. یعنی اینمی نشست برخواست با رفقای ناحل و بعض کسا با کوچکترین یک مشکل بسیار عادی بار بکنین که میگه یگان تا میگه در یک گلاس غرق میشن. بله در یک گلاس غرق شدنش دیگه مشکل جار جنجار پرابلم هر وقت است. من این فهم کمی مشکل انسان با همی چیزها چی ارتباط داره جز هی که فقط یک مشکل دیگر هم باوجود میاره. یک موضوعی که اگر کسایی که گریز از مشکلات هست یا کدام موضوعات یا جوانهایی که مثلا زیادتر جوانهایی که زیاد مثلا پیش خودشان فکر میکنن که ما عاشق هستم و کسر دوست دارم و گریز از او افکار فکر میکنن که رایشی هست، این اشتباهی بسیار بزرگ میکنن. در حالی که وقتی که اگر اینا در همچو حالات می نوشن، هر چیزی که تصور میکنین در اون تصور در کسایی که شراب می نوشن در اون تصور غرق میشن. اگر خوش باشن در خوشی خود غرق میشن، اگر غم داشته باشن در غم خود غرق میشن و او هم نوز هم بر غم ها افزوده میشه. امی که آلت نشه اثرشان دور شد، دوباره چندین مراتب از اون مشکلشان که اضافه تر بالاشان میه، پس دوباره اینا به این فکر میفتن که نه باد را علاج امو هست، دوباره پس با امو رجوع میکنن، پس از او که در سوایش زیادتر میشه. راه علاج از یا گریز از مشکلات راه حل نیست. انسان در هر مقطع زمانی خودش است، هر آن لحظه که خواسته باشه کلید حل گره مشکل خودش به دستای خود باز کرده میتونه و دیگه مسائل یا پرداختن با همچون مسائل راه حل کاملا نیست. وقت برنامه ما دوست عزیز تمام شد، ناگزیر هستیم که با شما عزیز خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. الله یار و نگهدار همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.